بریم. برادران لیلا، اثر جدید سعید روستایی. سلام، من رضا سلاح‌ورزی هم، اینجا پلی بکه. تو این برنامه میخوایم راجع به فیلم برادران لیلا ساخته جدید سعید روستایی حرف بزنیم که از بی بسم اللهش تا گردن تو حاشیه بود. از اکران توی جشنواره کن و مصاحبه عواملش رو ماچ کردن نوید محمدزاده بگیر تا پخش شدن نسخه غیرقانونی دست به دست شدنش تو ایران و متهم شدن سعید روستایی و آقای نوروز بیگی تهیه کننده کار به اقدام علیه امنیت ملی و سیاسی شدن داستان رو الا ماشاءالله. یه مرور کلی به قصه میکنیم، اصلا ببینیم اول داستان چی بود، بعد یه توضیح کوتاه در مورد حواشی پخشش میدم و بعد میریم سراغ بررسی فیلم که ببینیم سعید روستایی با برادران لیلا چه کرده. داستان با علیرضا، یکی از برادرای لیلا، شروع میشه که از کارخونه میندازنش بیرون و بیکار میشه. کارگرا هم که انگار وسط کار آماده درگیری بودن، یهو از پاچه شلوارشون 700 تا پلاکارد در میاد، میگیرن بالا و اعتراض و شعار. لیلا هم از اونور هی درد میکشه. همزمان آقای اسماعیل بابای برادرام رفته لای فامیلاش یه اعتباری واسه خودش بخره، ولی هیچکی تحویلش نمیگیره. بعد لیلا علیرضا راضی میکنه که بیاین توالتی که پرویز توش کار میکنه رو بخریم، قرار مغازه بشه، همه با هم اشغال کنیم. منوچهرم یکی دیگه از برادرها با یه پیشنهاد میاد سراغ خواهر برادرش که بریم ماشین ثبت نام کنیم، پول ملت رو برداریم بریم. آخر سرم دیگه همه راضی میشن برن همون توالت رو بخرن. از اونجایی که قصه دو رو داره، حالا میریم اونور. فک و فامیل به درد نخوره اسماعیل زنگ میزنن بهش که بیا تو عروسی پسرمون 40 تا سکه کادو بده تا بزرگ فامیل معرفیت کنیم. حالا بچهای خودشم دقیقاً لنگ همین مبلغ پولن واسه خرید اون توالته. دیگه دعواست تو خونه سر اینکه پولا رو بدی ما یا فک و فامیل مفخورت، که آخر سرم تصمیم میشه ببرن کادو بدن پسر بایرام، اما کور خوندن. لیلا گولشون میزنه. میرن ولی سکه ای نمیدن، آبروی اسماعیل آقا هم میره. خیلی هم حالا آبروی درست درمونی پیش فامیلاش نداشت البته. علیرضا وقتی میفهمه همه خواهر برادرش خبر داشتن که سکه قرار نیست کادو بدن، دعواش میشه باشون و لیلا رو عامل بدبختی کل خانواده میدونه. فرداش اینا پا میشن میرن مغازه یا همون توالته رو میخرن. بعد اسماعیل آقا میگه تر زدین، سند خونه رو گرو گذاشته بودن پیش طلا فروش واسه این سکه ها. حالا با اصرار علیرضا دوباره میرن قرارداد توالته رو فسخ میکنن که سکه ها رو بخرن، اما همین وسط مملکت آشوب شده، سکه 1.5 میلیونی شده 14 میلیون. وسط همین داستانا این که یهو لیلا سند خونه رو میاره، به همه هم میگه که بابا دروغ گفته، سر همین اصلا بدبخت شدیم. آخر سر هم منوچهر به خاطر بدهی فرار میکنه از ایران، اسماعیل آقا میفته میمیره، باقی هم دیگه معلوم نیست چی به سرشون میاد. فقط سرنوشت همین دوتا رو به اون میگه آقای روستایی. 2.5 ساعت فیلم. تازه طبق شنیده ها نسخه اولی 4 ساعت بوده که بالاخره توی مرحله تدوین آقای روستایی رضایت میده 1.5 ساعتشو بریزن دور. بریم سراغ حواشی. داستان جشنواره کن و ماچ و بوسه و مصاحبه ها رو که دیگه همه فکر میکنن میدونن الان. به خاطر همین از این قضايا میگذریم، میریم مستقیما سر اتفاقات پخش شدنش. تو برنامه قبلی یعنی جنگ جهانی سوم کامل راجع به این که داستان پخش شدن این کیفیت وب دیل فیلم چیه توضیح دادم، لینکش هم این بالاست، میتونید اون برنامه هم تماشا کنید. اینم قضیهش دقیقاً همونه، فقط یه ذره قصه روتره. اصلا همین نسخه لو رفته رو که باز کنین، اولش لوگو موشن کمپانی وایلد بانچ که توضیح کننده بین‌المللی فیلم برادران لیلا هست رو میبینید. به یه پلتفرم پخش خارجی که اگه اشتباه نکنم فرانسوی هم هست فروختن فیلمو، اونم پخش کرده، نسخه از اونجا اومده بیرون. آقای روستایی هم که از قبل اعلام کرده بودن یه فریم از فیلمم در بیارین، دیگه اصلا اکرانش نمیکنن. اونا هم که اصلا کارشون همینه، حقوق میگیرن که فیلمو ناقص کنن. پس فکر میکنم اصلا توی ایران قرار نبود فیلم اکران شه. تا جایی که من یادم، خود عواملم خیلی مقاومتی در برابر دست به دست شدن نسخه فیلم توی فضای مجازی نداشتن، فقط یه ذره ابراز تأسف کردن از این قضیه. بعد تازه وزارت ارشاد این وسط ناراحت شد که این موضوع توسط خود عوامل عمدن اتفاق افتاد. اوکی، این سرمایه‌شه طرف. خیره، اینه همیشه با توجه به علاقه شخصیم از فیلمنامه شروع میکنیم. قبلش هم یه سوال دارم، انصافا یکی بیاد به من بگه موضوع اصلی فیلم چی بود؟ بدهی منوچهر، عروسی و بزرگ فامیل شدن، خرید مغازه، حماقت خانواده، قیمت سکه و وضع اقتصادی مملکت، چی بود بالاخره؟ چی میخواستی بگی؟ اتفاقی که اینجا افتاده به نظر من اینه که سعید روستایی فیلمنامه نویس یه 7-8 ایده و دغدغه از موضوعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی توی ذهنش بوده و نمیدونسته با همه اینا باید چیکار بکنه، واسه همین ریختتشون توی چرخ گوشت و از اونور فیلمنامه برادران لیلا اومده بیرون. برای همینه که قصه اینقدر شلخته است و از هر دری یه سخنی میگه، به خاطر اینکه اول از همه تکلیفش با خودش هم مشخص نیست. البته فراموش نکردیم کارهای قبلیشو و میدونیم که این شلختگی جزئی از امضای سعید روستاییه،
ولی اگه مثلا پای ابد و یک روزو بکشیم وسط، کلی میشه تفاوت بینشون قائل شد، چون اون چفت و بستش با کلی نکته مثبت چسب شده بود به هم و در مجموع کل قابل قبول به وجود آورده بود که اینجا متاسفانه اون چسب رو نداره. به جای چیکار کرده؟ اینستاگرام باز کرده، یه 20 تا جملات بزرگان مثل بزرگ شدن یعنی هر چی زمان میگذره بیشتر بفهمی قرار نیست به اون چیزایی که دوست داشتی برسی. یا این نداری غذای مونده نیست که بخورش بالاخره تموم شه. و یه 50 تا مورد دیگه گلچین کرده، چپونده لای دیالوگا تا بتونه حرفشو بزن، ولی غافل از این که قرار نیست جواب بده. چرا جواب نمیده؟ چون کاراکترهایی که ساختی آدمایی نیستن که از این جملات قلم به سلم به لای حرفای روزمرهشون استفاده بکنن. تو سعید روستایی بچه پایین شهری ابد و متری 6 و نیم ساختی، میدونی که این آدما اینجوری حرف نمیزنن. اصلا این موجو توی سینما ایران خودت راه انداختی، چطور میشه ازت قبول کرد تو کاری که تخصصتم هست اشتباه کنی؟ پس اینم نشد، چیکار کنیم حالا؟ پرش میکنیم از نمادا و تیکه های سیاسی و اجتماعی که ملت خوششون میاد توی فیلم ها بشنون و ببینن. مثل چی؟ مغازه‌ای که میخوان بخرن به عنوان سرمایه زندگی همشون در اصل توالت یک مرکز خرید بزرگ. چرا جای اون نرفتن 4 تا محله پایین‌تر مغازه بخرن؟ به جز مرکز خریدای ولنجک و نیاورون و فرشته جای دیگه کار نمی‌کنن؟ نه، مسئله اصلا این نیست. مسئله اینه که اگه می‌رفتن یه جای دیگه نماد توالت رو از دست میداد قصه. یه مثال دیگه میارم. ما می‌خوایم بگیم که لیلا به عنوان نماینده زنان جامعه ایران تمام بدبختیاش از گور اسمال آقای دیکتاتور مردسالار بلند میشه. حالا اینو چجوری باید میخ بکنیم توی چش مخاطب؟ با پایان بندی. لحظه ای که تولد یه دختر بچه به عنوان نماد نسل آینده زنانو قرار جشن بگیریم، اسمال آقای دیکتاتور میمیره، بعد یه 60-70 تا دختر دیگه میان تو و این موهبت رو دور هم جشن میگیرن. بعد یه اتفاق عجیب‌تر هم داریم، علیرضا سیگار بابا رو دستش در میاره، باقیشو میکشه. به تعبیر من این پلان و نگاه غضبناکش به لیلا، یعنی این آدم قراره بعد مرگ اسمال پا بذاره جاپای اونو تبدیل به گادفادر جدید خانواده بشه. پس چرا پا میشه بین اون دختر بچه ها که نماد زنان آینده ایران هستن میرخصه؟ کدومش بالاخره قراره با جریان جدید پیش بره یا اینکه بشینه جای باباش؟ این سیگاره و رقصه نمادای خوشگلیان، بذاریمش. نمیشه که عزیز من، این اصلا در تضاد با اون حرفیه که قبل و بعدش داری میزنی. به برداشت مفهومی که قراره انتقال بدی فکر نکردی؟ به قرآن نمادگذاری این شکلی نیست. فیلم مادر آرنوفسکی رو ببینید. مادر یه جوری گفتم، فیلم مادر آقای آرنوفسکی، مادرش که حالا اسم فیلم مادره، اونو ببینین کامل متوجه بشین از چی دارم حرف میزنم. این خیلی گل درشته. رفقایی که این ور اون ور تیتر زدین، مطلب نوشتین در مورد فیلم درخشان برادران لیلا، این اثر اصلا فیلم مهمی نیست، داره پدر خودشو در میاره که حرف مهمی بزنه. فقط حرف زدنم که کار خیلی سختی نیست، اصلا فیلم ساختن نمیخواست، همینا رو شما توی صفحه اینستاگرامت مینوشتی هم کفایت میکرد. نتونسته درست نمادگذاری بکنه، به جاش کلی تیکه که مردم و از اون مهمتر جشنواره های اونور دوست دارن چپونده توش. ادای مهم بودن در میاره، به والله اینا با هم فرق میکنه. این بیشتر من اذیت میکنه که بلد روستایی این کارو. تو همین فیلمم هم نماد خوب داره. داستان تخم مرغا خیلی خوب بود. چیزی که پرویز بهش محتاجه رو مامانه میاد میشکنه جلو پای اسمال آقا، چون فکر میکنه دیگه شده ملکه ی فامیل. پس بلدی، ولی اون مدلی که بیشتر مردم در موردش حرف میزنن و دوست دارن و ترجیح دادی. بریم موضوع بعد. بازیا. از غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل. چون هیچکی ندونه تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه. اینقدر کنترل نشدن که هر کی ساز خودشو میزنه. تنها کسی که یه ذره به قالب شخصیتش نزدیکتره آقای سعید پورصمیمیه، که اونم اگر فیلم دوزیست رو دیده باشی توی این کار به عنوان یه بازی خوب نمیشه ازش یاد کرد، به خاطر اینکه دقیقاً تکرار همون نقشی که اونجا بازی کرد. برای فیلم دوزیستم قبلا یه برنامه ساخته بودیم که میتونی اینجا لینکش هست اونم ببین. صرفاً انتخاب خوبی برای نقش بود، وگرنه بازی درخشان میشه آقای محسن تنابنده توی جنگ جهانی سوم و رهایم کن و غیره. اینکه همه جا یه شکل باشه که اصلا بازی نیست که. نوید محمدزاده که قربون شکلش برم، اینقدر دیالوگای بدشو بدتر از چیزی که هستن ادا میکنه که واقعا آدم شک میکنه این همون نوید محمدزاده مغزهای کوچک زنگ زده است. ها، اینو یادم رفت، درباره علیرضا توی سینما یه اصطلاحی وجود داره در مورد اینکه شخصیت
یه سری ویژگی توی ابتدای کار داره و با موانعی که سر راش قرار میگیره و تصمیماتی که در موردشون میگیره، اون ویژگی های شخصیتیش تغییر میکنن و تبدیل به یه آدم جدید میشه. این بهش میگن آرک یا قوس شخصیت. با مثال علیرضای فیلم توضیح میدم. ایشون از اول یه آدم ترسو و بزدل معرفی میشه که هر جا مشکلی میبینه اولین اقدامش اینه که در میره. بعد تو پایان فیلم میبینیم که یهو دل شیر پیدا میکنه، میره کارخونه اصلا شیشه میشکونه. حالا چیزی که مهمتر از همین آرک شخصیته، نحوه به وجود اومدن این قوس شخصیتی است. چه اتفاقی واسه علیرضا افتاد؟ چه اتفاقی اصلا بهمون نشون دادی که نتیجه شد این تغییر شخصیت از یه آدم ترسو یه آدم شجاعی که میره شیشه میاره پایین؟ قوس شخصیت رو داریم میبینیم، اما چه شکلی خم شدنش رو نمیبینیم. نمیشه که، اینم اصلا داستان همون نماده هست، همینجوری لازمه باشه دیگه، منطقش هم اهمیتی نداره، باشه فقط. توی پیمان معادی و فرهاد اصلانی بیشتر بازیگری دیدم، به نظرم قابل باورترن نسبت به بقیه، ولی در کل بین خودشون به نظرم باید سیمرغ بازیگری رو قطعا بدن به آقای مهدی حسینی نیا که هر جا که هست، تو هر نقشی که هست بیشک دیدنیه. کاش مدیوم تصویر شما رو زودتر پیدا میکرد. من تو هر کاری که ببینمش لذت میبرم، حتی تو فیلم درخشان برادران لیلا. خب بریم جنبندی. دایی دورتون میگردم که اینقدر قشنگ برای هرچی آدم خیلی معنی میده بره تو مدرسه اینا بالا بشینه. در کل به نظر من برادران لیلا ضعیف‌ترین ساخته سعید روستاییه و اصلا در حد و اندازه یه فیلم مهم نیست. بازم تاکید میکنم حرف مهم و درستی داره میزنه، اما یه پیام خشک و خالی واسه ساختن یه فیلم خوب اصلا کافی نیست. برادران لیلا یه سری تصویر و صداست واسه منتقل کردن چیزی که روستایی میخواسته بگه، اصلا فیلم نیست. هیچ دوستش نداشتم فیلمو و با تمام کولبار سنگین اسامی که پشتشه، از بازیگر و کارگردان گرفته تا تدوینگر و مدیر فیلم برداری و غیره، من دیدن برادران لیلا رو پیشنهاد نمیدم. دمت گرم که برنامه رو تا آخر دیدی. سابسکرایب کانال و لایک ویدیو رو فراموش نکن که خیلی توی رشد ما میتونه تاثیرگذار باشه. خیلی مخلصیم.